عزیزان و گرامیان، خوش آمدید به ادامه برنامه عصر حریفا. در این قسمت برنامه جناب آقای جلیل احمد حیدری، رئیس اتحادیه صنف اعلی بیسازان ولایت هرات را در برنامه دعوت کردیم. امروز انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم روی وضعیت بازار اعلی بیسازی و همچنین شغل اینها چگونه هست، بیشتر با خودشان صحبت میکنیم. سلام آقای حیدری، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت تلویزیون اسلام و همشهریان ولایت هرات. تشکر آقای حیدری. چگونه هست وضعیت کاروبار علوی سازان؟ وضعیت کاروبار علوی سازان فعلا خیلی خرابه. چرا؟ موقعیت فعلا فروشی نیه. تا به برج 3-4 از علوی سازی فروشی نیه. هر کدومی از خوب وقت داره. فعلا گاز تا وقت این تانکره که مردم تانکر بکار داره. بس وقت بکس نیه، وقت لوله بلو بخیری نیه. هر کدوم یک تایم از خود داره. فعلا این تانکر برو برس بازاره. تانکر آب؟ تانکر آب. بسیار خوب. چگونه معمولا چی چیزهای رو شما میسازیم و میشین فروشاتی که داریم و کدام وقت سال هست؟ بس لوله بخیری از برج 34 شروع میشه، وقتی تا برج 7 و 8 و 9. باز کابینت که هسته سال با 12 ماه هسته. باکس که هسته از برج 3 تا برج 6-7. یعنی در کل هر کدام یک فصل و یک وقت مشخص داره. به همون وقت همو چیزی که مثلا برج 12 باکس گفتیم، نه؟ بله. باکس یعنی بیشتر فروش هست. بله. معمولا از چی ابزار استفاده میکنم علی بیسازا به خاطر ساخت یک چیزی؟ از ورق چینی استفاده میکنم، پاکستانی استفاده میکنم، ایرانی استفاده میکنم، روسی نیه. یک وقت روسی بود. از بلر قیلی هم استفاده میکنم، باکس جور میشه. از بلر تیلی هم باکس جور میشه. پس جدا از زمین بحثی که چیزی که شما گفتیم، چیزایی که من به یاد میایه، به فکرم میایه، یک اصطلاح ما و شما، اصطلاح هراتی ما و شما، این نودون، اینا رو هم شما میسازیم دیگه؟ بله بله. مربوط به شما میشه؟ بله. در کنار زو مثلا چی میگم، خاکنداز؟ بله بله. دیگه چیزایی که بیاد نمیایه چی هست؟ دو تا دیگه هم بیادم بود، حالا بیادم نیه. به خیلی هم مربوط به ما میشه. امی کل چیزی که به تمام همه خوناک و کار میشه، از نگاه کارالکولر، کابینت، باکس، حتی کموتا، جالبسی، این هم روید به علوی سازی میشه. خیلی زیاد شد دیگه. ما اول به فکر ازی بودیم تنها این بکس و دیگه به سابقه این بخیریه. پس زیاد است دیگه در کل کار شما. این باز سابقه ازی که تقریبا در حدود 200 سال سابقه داره در علوی سازی. راجب سابقه کاری خود بگیم که خود شما چند ساله این شغل پیش میباریم؟ خود من تقریبا 20 سال این شغل پیش میبارم. خیلی خوب. این 20 سال کار ما که هسته، این بکس غیرات بکس دیگه، این اگر خواسته باشه مرد دیگه به عنوان دوستی چیزی بسازم میکنیم، ولی شغل ما بکس هست. خود ما کارگر داریم تقریبا پیش خود ما دیدن 10-15 تا کارگر داریم که پیش ما کار میکنه. شغل خود ما تنها بکس هست. پس یعنی ایتم برداشت کردم که کسی که مثلا بکس اگر بسازه دیگه چیزا شاید خیلی مثل که بکس وارد باشه نباشه وارد، همین قسمه؟ بله. کسی که بکس جور کنه باز نمیتونه بخری جور کنه. میتونه به رقمی که او خواسته باشه کستگه جور کنه، او نمیتونه. مثل که بکس همون قسم حرفه‌ای جور میکنه، باز همو بخری جور نمیشه. بله بله. اگر خواسته باشه یک نفر یک بکس جور کنه، به خیلی سال بیای بکس جور کنه، یک دونه تا شما اگه بزنه دو دونه جور میکنه. اگر خود بکسات خواست باشه بکس جور کنه، تا شما 10 دونه 15 دونه جور میکنه. خود شما چی گونه به یک روز اگر برای شما همیر بکس بدن که جور بکنیم، چند تا جور کده میتونیم؟ خود ما در حدود 5 تا روزانه. روزانه چه قسم هست؟ روزانه چند تا فروش میرسه؟ به فروش میرسه؟ فروش فلانی چیه؟ ما سال 4 ماه بکس فروشی فروش داره. نگه باز 8 ماه دیگه 4 ماه ذخیره، 4 ماه هم ساختن کم.
فکرم اون بیکاری ها کنه. پس فعلا وقت بیکاری ها شما؟ فعلا وقت بیکاری ها مونه. وقت استراحت شما؟ استراحت. استراحت میکنه انشالله باز انرژی بگیریم به برج. برج 12 خامی ها دیگه. خب برج 12 خب گفتم تا معمولا تا برج 9. از برج 9 تعطیل میشه تا برج 1. از برج 1 باز میخرم برای ذخیره کردن. خب تا برج 4 و 5 برای ذخیره کردن. فروش داره او خواسته باشیم زیاد فروش داشته باشیم نداره. پس شما دعا میکنیم زودتر همین سال ختم شه دیگه. بله. بسیار خوب. جناب آقای ایداری شغل دوستی شیم علاقه داشتیم و یا نه جبر روزگار گفته باید همین شغل پیش ببریم؟ من تقریبا از سن 10 سالگی هم کسب البته اول به میسکری بودم. 9 سال میسکری بودم. ما 8 ساله بودم خدا بیا مادر پدرم فوت کرد. خدا مغفرت کنه. دیگه من پیش قوم خوب بودیم به اینجا میسکری میکردیم تا باشون مصرک میدادیم. خداوند رحمت کنه خلیفه ما که فوت کرد شهید شد. خدا من میپرس بفتایم کس پری بیزنی خودم انتخاب کردم. چون این آور خونه بودیم دیگه مجبور بودیم. میسکری بیتر بود یا میخیز شغل علی بیسازی؟ وقتی که ما شغل علی بیسازی بود مستری حضور منشوری نبود و تمام افغانستان شاید به جریان باشیم تمام هرات 50 تا موتر نبود. این مسکوی چار نه بیاماده بود که خوب خوب آدم ها سوار نمیشده. او وقت مستری نبود که ما مثلا شغل مستری انتخاب کنیم. مسکری؟ مسکری و مو وقت خوب بود ولی از مسکری آیداد نیه. مسکری او وقت تقریبا 200-250 در بنده کن بود. حال رسیده 20 کن. روز بروز بالا از سعوده کس به مسکری که هسته چون از معمولا دگاه استی چیز آمده برشه باب آمده و همی نسیز آمده بیشتری مردم از این استفاده میکنه از مست استفاده میکنه. چگونه بوده که تفاوت هایی که چندین سال گذشته شما پیش میبردیم شغل علبی سزیر و همو اجناسی که می ساختیم یا مثلا بکس می ساختیم نسبت به آل چگونه هست؟ چون که تغییرات زیاد آمده هم در قسمت انتخاب خانواده ها نسبتا سلیقه ها کمی متفاوت شده و هم در کنار زو بعض بکس های دیگر جایگزین و بکس های علبی اینا شده. هنوز هم همون قسم بازار یعنی فامیلا دوست دارم همین قسم چزار بکس ها یا نه؟ معمولا بکس حالا به ایراد استفاده نمیشه. بیشتری اطراف ها میمونه. ما یک وقتی که بکس جور میکردیم به روز دو دونه جور میکردیم اما دو دونه فروخته رو میتونستیم چون نفوس کم بود. خب سال به سال نفوس زیاد میشه. وقتی که نفوس زیاد شده که باز کارم زیادتر میشه. ولی ما روز در حدود روز 50 دونه بکس مال تولیدی مونه. کمال کارنی روز 50 دونه بازم 50 دونه میفروشی ولی سود نمیبریم از اینا. سر پولی میدین که کارگر ما از بیکار نمونه حلقه در غمور بشه. اگر به وقت کار غریبی باشه باز اگر روز 200 تا بزنیم میبره. بیشترین فروشی که دیشتیم چند دانه بود به یک روز؟ متوجه رسیدم. بیشترین فروشی که دیشتیم چند دانه بود به یک روز؟ بیشترین فروش به یک روز اگر برابر میشد 300 تا 400 تا. 300 تا 400 تا از هر کدام یک هزار فایده میخوریم دیگه. خود بعد کلا 400 بس چند فایده میخوریم؟ ما فایده آل کسر پول اون وقت فایده بخوریم 20 ریپه الان 30 ریپه اون فایده بخوره. پس یک کسایی که میایم چنه میزنم خواهد دقل 200 ریپه و 300 ریپه چنه میزنم چند شما پس قیمت میگیم بریم؟ آنه ما کسی از مون ده فروشه ما جور میکنه بازار میده مارکت میده. ما دونه فروشی به دادم دکن چون کارگاه داریم نمیفروشیم با دکونا که میفروشیم باز اینا رنگ میدم جور میکنم باز اینا هر کدوم پینجری بی غزیر پی خونا میخورم. یعنی دست اول ما نیم باز بزینا ما نمیتونیم مثلا مرتکب یک دونه بکس بگه باز ما بریم برای رنگ نمیتونیم نه رو فقط خود دکوندارا رنگ مال میبره از اون رنگ بری هم روزی میخوره دکوندار هم روزی میخوره گریون هم سچرخون هم از اون روزی میخوره. بسیار خوب. پس بکسی که شما تولید میکنیم بدون رنگ میفروشیم چون که آمده است نه؟ بله.
همراه با رنگ معمولا چند قیمت میفتد؟ معمولی هست؟ 50 رنگ میخوره. 50 افغانی؟ 50 افغانی رنگ نه. اما فلان حالا ما باکس میدیم با 280 روپه 50 رنگ میخوره 320 روپه میشه. همین باکس کال ما با 300 به 280 نه این وقت میشه که ما با 360 روپه 370 روپه مای هم ولی مونه دانه که بده کم بتی میکنه. بسیار خوب. وقتی که خانوما خصوصا میاین با تمام احترامی که برای نداریم طبعا چنه زیاد میزنن، شغل معمولا از دکانهای پرچون بیشتر میبرن، چه قسم است از دکان شما یک وقتی بیان بگم ما عمده میبریم داست تا به چند تا شما میفروشیم و چنه که میزنم چی گونه هست با شما؟ خدا زنکار در دکان ما نیاره چلا در قسم میخوره وقتی که خود جور میاییم بسه میکنه از ریاض بیرون میکنه اینا پولی میگه نه اینا از دیگه کسه، یعنی یک بچ خوب باز بیدی دکوندار میفهمه وقتی که زمانی که زن تایپ دم دکون میه میفهمه همی بکسه که مثلا 500 ریپه میگه 700 همون یک سر براج و براجون میگه میرسه قسمت یا 500 برو بر دکوندار بجی نمیخوره. من تعبیری که ندارم از دکاندارا خوب هیچ وقت هر چی که فایده هم هر قدر که بگم همینقدر مصرف شده یا مثلا سر پولی شده بازم حداقل یک سدی یا دو سدی مثلا به بعضی کسبا 1500 و بعضی کسبا هم 50 و 100 که هسته اینا رو حتما فایده خود من در نظر میگیرم، درسته؟ هیچ دکاندار سر پول نمیده. نمیشه خرجا خوب خرجا دماله یک وقت این موبایل نبود سکل نبود موتر نبود خرج خونه تنها بود. یک نفر که میگه من یک خانم دارم خب دروغ میگه، اگر سکل داشته باشه یک خانم هم سکل نه دلیل از اون مصرف داره مصرف. اگر موتر داشته باشه یک خانواده موتر نه، اگر موبایل داشته باشه یک خانواده موبایل نه. خب اینا هم میسنجه خرج موبایل رو هم میسنجه تل موتر رو هم میسنجه بعد از اون میسنجه قسم میخور میگه 20 روپیه میمونه. خب اونا هم تنگاز میکنه راست میگه 20 روپیه کمی میمونه برای ذره خیره کردن و سرمایه. بسیار خوب جناب آقای دیری میگم دروازه شما هم کلن علویه به خانه نه دیگه همین کار بمون دیگه نیه علوی؟ نه دیگه مثلا کابینیت ها شما عمال علویه میگن دروازه خونه هسته دروازه سرا هسته دیگه نه دروازه خونه که معمولا هم چوبه خو دروازه چیزان که هسته در سران گوه هم گوه مبید و فلسکار میشه من بیمانه میشه کبینیت یک کبینیت از ما هسته او هم گفتم هر کدوم یک بخش داره نه ما کبینیت اگه خواسته باشیم مجبوریم بریم از بخریم ما نمیتونیم مثلا خود ما جور کنیم چون ما ابزار نداریم جور کنیم همی که میگه لاف کارفرما میکنه لاف خلیفه میزنه حالا خودم یه کبینی ساز اگر دستگاه خمی نباشه اگر ماشین چیز نباشه پمپ رنگ نباشه و نباشه نمیتونه کار کرده. چیگونه هست یک نفر اگر بیای خلیفه بشه و این قسمت علوی سازی به چی مدت میتونه خلیفه بشه خوب وارد بشه و مثلا کل همین چیزا میتونه یک نفر فرا بگیره تمام مثلا کابینت بسازه به خیری بسازه بکس بسازه؟ نه کس توالی نبیده که بتونه کابینت رو بسازه بکس رو بسازه. گفتم انا رو اگه خواسته باشه اگه کسی که علوی ساز باشه اگر هدا کنه همه چیز میتونه بسازه اون تا ابزار رو نداره که بسازه یعنی روی دوره که خواسته باشه که ابزار هم رو برای فرام کنه تقریبا میدن 7-8 لک روپی مگر سامون بخره که کلا نیست چیز کنه یک کس پر مقداری چیز نداره که بتونه و 7-8 لک روپی سرمایه گذاری کنه. با سر و صدای علوی چی گونه هستیم؟ ها مختلف داریم کسی که پیش ما باز اگه میمونه که میایه گوشا خور میگیره ولی خود ما برای معدی شده. معمولا یک بکس چند ساعت طول میکشه بول بسازیم از اول تا آخر تا ساخت چقدر میگیره؟ من نفر کار داره خود شما؟ خود ما خواسته باشیم بسازیم به یک اگر خواسته باشیم تست کار کنیم به دودت یک ساعت که این ساعت میتونیم یک بکس جور کنیم ما. بسیار بعضی وقتی خواسته باشم جور کنم ما یک شاگرد داشتیم بود اولسته که تنبل بود و گسپند میگفته دوی تا بکس من میدازم بدست دادی تا با شوم قلبنگ شوم هم کمی شد میدونم سیاملی چه کاره ایچی بومون
چرا خلاص نشده سبا؟ نه انشالله او هم حتما به خوبی پیش میباره و انشالله همه خوبه، یک تفریح خوبه برای میشه، دقل سرگرم میشه، مصروف میشه من. و روز دیگه اگر مثلا به یک روز تابشون خلاص نمیکنه، روز بعدی حتما تابشون خلاص میکنه، روز بعدی و تاب دیگر تاب چاشت انشالله همون قسم پس مثل ما وارد میشه. یا شما دوست ندار مثل شما خلیفه بشه؟ چرا ما دوست داره، خب هر کی بیا پیش ما همیشه روز دیگه به خدا مالیم همیشه دوست داره، خب بلاش. هر برادر بیا به کس به ما یاد بگیره استفاده بکنه، اقلا یاد گیره خدمت به جامعه بکنه. بسیار عالی، تشکر از شما جناب آقای اداری عزیز از اینکه در برنامه تشریف آوردین. انشالله کاروبار شما پس شروع بشه و شما اصلا فرصت نداشته باشیم بخاطر اینکه به یک جایی بریم کلا بگیم دوکان هستم بعد یا مصروف هستم و از این طرف هم کلا مشتری میاد دیگه فرصت نمیشه این طرفی طرف کن. تشکر از خودتون، سلام به شما، همچنین خوشحال شدیم، خیر باشه دیدن شما، همچنین موفق باشیم، تشکر باشیم. سپاس باشیم. با تشکر از شما بینندگان عزیز. خب عزیزان و گرامیان، این قسمت برنامه وقفه میبینیم، همچنان با شما هستیم.